انقلاب 22 بهمن ایران علیه شاه بود و نه غرب یا آمریکا. حتی در ماه پیش و پس از انقلاب روابط رهبران انقلاب با کشورهای غربی نشانی از خصومت نداشت اما به فاصله کوتاهی پس از انقلاب و تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی آمریکا ستیزی ویژگی اصلی سیاست خارجی حکومت شد که تا امروز نیز ادامه داشته است چرایی این مسئله را با امین صوفیامر استاد دانشگاه ایندیانا در میان گذاشتیم این آمریکا سیتزی میگرد ریشه هاش برمیگرده به جنبش های چپ در ایران که, ی... که یکی از ریشه ها ایدئولوژیکه که در چپ ریشه داره به خصوص حزب توده ببین در ایدئولوژی چپ به آمریکا بر بنا به برداشت لنینیستی از مارکسیسم آمریکا امپریالیسم و آمریکا به اصطلاح اوج سرمایه‌داری و حزب توده به دلیل اینکه ارتباطات ارگانیک با شوروی سابق داشت این تبلیغات شوروی رو در ایران پیش می برد این آمریکا ستیزی از اونجا وارد گفتمان سیاسی شد بعد از اون گروه های اسلامگرا از این استفاده کردند و با اوج این آمریکا ستیزی به اصطلاح اون گروگانگیری 444 روز طول کشید گروگ... گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران و آقای خمینی دید که این یه ابزار بسیار کارآمدی برای تثبیت قدرت خودش و از اون استفاده کرد و بر این موج سوار شد و از آن موقع تا امروز ما این آمریکا ستیزی رو شاهدش بودیم و یکی از ستون پایه های قدرت جمهوری اسلامی همین آمریکا ستیزی بگونه ای که بسیاری از ناظران باور دارن که اگر جمهوری اسلامی دست از آمریکا ستیزی برداره و سعی بکنه روابط خودش رو با آمریکا عادی کنه به یه نوعی ناچار دست به استحاله بزنه بدین معنا که به اصطلاح بسیاری از آرایش نیروهاش رو در درون کشور تغییر بده بنابراین آمریکا ستیزی یک رابطه مستقیمی داره با آرایش قوا و توازن قدرت در درون جمهوری اسلامی و اگر که به بسیار رهبری فرزن تصمیم بگیره به این آمریکا ستیزی پایان بده باید دست به جرایی های خونی می بزنه و جرایی سخت و دردناکی بزنه که آیندهش و نتایجش برای تداوم جمهوری اسلامی نامشخصه